سنی های تون روی داعش از انجام عملیات های تروریستی علیه مسلمانان حتی در ماه های مبارک عبایی ندارند سازمان های اطلاعاتی نظامی عراق با انتشار اطلاعی از کشف مهمات و تجهیزات هسته های خفته گروه تروریستی داعش در الانبار عراق خبر داد این مهمات قرار بود برای انجام عملیاتی در ماه رمضان مورد استفاده قرار گیرد همکار عملی اکبری گزارش می دهد سازمان اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که نقشه سنی های داعش را برای انجام یک حمله تروریستی در ماه رمضان در منطقه القائم واقع در استان الانبار کشف و خونسا کرده است این سازمان در اطلاعی خود ابراز داشت طبق اطلاعات دقیق و تایید شده تعدادی از اعضای داعش با هماهنگ هسته های مخفی خود در بعضی شهرها به صورت قاچاق برای انجام عملیات تروریستی در ماه رمضان فعال بوده و بدین منظور به منطقه الجزیره در شمال غرب استان الانبار می رفتند. این منطقه که در میان اهالی به الجزیره معروف است محدوده این نسبتا وسیع است که در کشورهای عراق و سوریه به یک نام خوانده می شود. مخفیگاه های در سطح منطقه برخی قسمت های کویری دشت و بعضا حاشیه رودخانه بود که به وسیله قایق و موتورسیکلت مخفیانه به قارهای هفت شده خود رفت آمد داشتند. اداره اطلاعات فرماندهی عملیات منطقه الجزیره گروه های لشکر اطلاعات نظامی و پیاده اتوماتیک را به سمت اهداف شناسایی و تعیین شده حرکت داد که در جریان آن برخی تجهیزات داعش نظیر شش موتورسیکلت و سه قایق کشف و ضبط شد. همچنین فرماندهی عملیات نینوا اعلام کرد که با گشت و بازرسی در پنج منطقه استان نینوا موفق به کشف مجموع پنج خمپاره دو راکت کاتیوشا و چند نوع مهمات دیگر شد که نیروهای عملیاتی در محل اقدام به انفجار امن این مواد منفجره کردند تا به غیر نظامیان آسیبی نرسد همچنین سه تن از سنی های تند را دستگیر شدند استانهای نینوا الانبار و دیالی به خاطر جغرافیا و بافت زمینشناسی خاص خود دارای مناطق صعب عبوری هستند که امکان گشت خودرویی در آنها نیست و سنی های تندرو نیز از همین فرصت برای حفر قار در کوهها و مخفی شدن به منظور ترتیب دادن عملیات های تروریستی استفاده می کنند اما عملیات های پاکسازی نیروهای امنیتی عراقی که به طور روزانه انجام می گیرد غالبا آنها را پیش از هر اقدامی با شکست مواجه می کند.